سپاس از شما سرکار خانم دکتر میسا بابک عزیز، صحبت ها بسیار عالی و بجا بود. خب من اینجا دعوت میکنم از دوستان عزیزی که پرسشی دارن و اینکه دوست دارن نظر داشته باشن. خب البته اولین پنجی رو که من دیدم مربوط به آقای حسنزاده بود که همون شروع ابتدای بحث عدد 5 گذاشته بودن. جناب آقای حسنزاده تمایل دارید الان؟ بله، میکروفون برای شما آزاد هست آقای حسنزاده عزیز. درود و خسته نباشید به تمام دوستان عزیز و همچنین خسته نباشید میگم به خانم دکتر میترا بابک بابت توضیحات خیلی خوبشون. عملا خانم بابک با توضیحاتی که دادن بخش بیشتری از سوال بنده رو جواب دادن. اینکه مطلب اصلیشون این بود که خود ما از خانواده شروع کنیم، ولی من سوالی دارم یک کمی کلی تر. ما در کشورمون ایران در قانون اساسی تعریف جامع و کاملی از کودک نداریم و در قانونهای انشعابی از اون هم همچنین. بعضا دیدیم که یه سری ارگانها و نهادهای حمایتی از کودکان تشکیل شده و در حاشیه دارن کار خودشون رو میبرن و هیچ گونه حمایتی هم نمیشن و این فکر میکنم همون علتی بود که خودتونم فرمودین، به خاطر که قانون وجود نداره این کودک آزاری، کودکان کار، کودک همسری و دیگر معضلات پیش میاد. اما سوال بنده این هست که ما چه رفتاری رو الان با شرایط حاکمه بر ایران چه کارهایی میتونیم بکنیم و وظیفه این ارگانهای حمایتی چیست؟ این که یک بنر بزنن از کودکان یا از سفرای یونیسف در ایران دعوت کنن که بیان با کودکان یا عکسی بگیرن یا فعالیت های کلی تری باید انجام بدیم؟ این سوال بنده هست. خیلی هم ممنون. متاسفانه ما از حکومت و نظامی برخوردار هستیم که هیچ قانونی رو نمیپذیره و فقط دیکتاتوری دینی و شرعی و عرفی خودش رو داره. خیلی مهم بود که ما بتونیم از یونیسف استفاده بکنیم، بنرها رو بگیریم، از بنرها استفاده بکنیم و اگر که امکانش هست در داخل ایران مخصوصا خیلی مهمه که حمایت از کودکان رو یه مقدار علنی تر بکنیم. عزیزانی که حامی حقوق کودکان هستند، مخصوصا سوشال سرویس و سازمان بهداشت و بهزیستی، اینا میتونن خیلی خیلی کمک بکنن در کنار هم دیگه و ما در کنارشون بتونیم این معضل بسیار جدی رو بازش بکنیم. ببینید، همین هفته پیش بود که این زهره لاجوردی این چنین سخنرانی که صحبت کرد و دیگران هم تاییدش کردن، همراهان خودش تاییدش کردن که سن مسئله اساسی ما نیست برای کودک همسری. خب این یه موزل خیلی جدیه. درسته که الان کرونا اومده، خب یه مقدار حواس همه رو پرت کرده، ولی میبینیم که هنگ کنگ دوباره تظاهراتشون شروع شد و بسیاری از کشورها من جمله انگلستان هم الان یه مقدار شروع کردن زندگی اجتماعی، یه مقداری دارن برمیگردونن. یک، به خاطر اقتصاد. دو، به خاطر اینکه ممکنه، البته فعلا این نظریه هست که ممکنه که سالهای سال ما کرونا رو داشته باشیم. متاسفانه این خبر بدیه که امیدوارم حالا با تحقیقات بیشتر بهتر بتونم به نتایج بهتر برسم، ولی چیزی که تا به حال با تلاشهای واقعا شبانه روز و باجتها و بودجه‌های خیلی زیاد دارن برای از بین بردن ویروس کرونا و همچنین واکسنش دارن تلاش میکنن، به نتیجه خیلی خوب و مثبتی نرسیدن و هم دلیل ممکنه که ما سالیان سال گرفتار کرونا باشیم، ولی باید یاد بگیریم چجوری باهاش کنار بیایم. این مسئله، این صحبت لاجوردی، زهره لاجوردی دیسمیس شد مثل بسیاری از مسائل دیگه، اما فرصت‌های این چنینی مثل هفته پیش که اون جوان بسیجی همچین حرف زشتی رو زد، واقعا با نهایت نمیدونم چقدر از شما شنیدید، من اصلا شرم‌آور صحبت زیر یک دقیقش در بچه 6 ساله تا 9 ساله میبره.
این فرصت‌های اینچنینی رو ما نباید از دست بدیم، چه خارج از کشور و چه داخل کشور. این فرصت هاست که میتونه صدا رو به یونیسف برسونه، صدا رو به بهداشت جهانی و حقوق کودکان جهانی برسونه. این فرصت هاست که ما میتونیم به نتایج مثبت‌تری برسیم. در غیر این صورت انقدر معضلات و مصیبت‌های متأسفانه داخل ایران انقدر زیاده، مسئله اقتصادی که داره بیداد میکنه، ما زیر خط فقر هستیم، مسئله فرهنگی، فقهی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی در کشور ما متأسفانه کودک رو همیشه نادیده گرفته و هنوز هم کودک رو نادیده میگیرن، هنوز فکر میکنن میگن کودک بچه از بزرگ بشه یادش میره، در صورتی که هرگز یادم نمیرود، هرگز. ایناست که امیدوارم همه دست در دست هم بدیم و این معضل بسیار جهانی تر بکنیم و در کنارش مجبور بکنیم قانون جمهوری اسلامی رو که کودک رو دریابد و نگاه عادلانه تری به حقوق کودک داشته باشد. سپاس مجدد سرکار خانم بابک. پس پرسش داشتن خانم روزا جهانبین. خانم جهانبین آمادگی دارید؟ بله بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. ممنونم آقای رضایی. من سلام میکنم به خانم دکتر بابک، خیلی سخنان زیبایی بود، واقعا شخصا استفاده کردم و ممنونم از بابت حضورتون توی جمع ما. من سه تا سوال دارم از خدمتتون، هر کدوم رو که صلاح میدونید و فرصت هست توی جلسه ممنون میشم راهنمایی کنید. یکی این که خب کودک آزاری توی مدرسه هم اتفاق میفته توسط بچه های دیگه، مثلا ما میبینیم که همدیگر رو کتک میزنن یا دعواشون میشه یا حالا توهینی میکنن به همدیگه، بعد معمولا دو تا اتفاق میفته، یا خانواده ها وارد عمل میشن یا اینکه خانواده به اون بچه خودش میگه فقط کتک خور نباش، تو هم کتک بزن، از حق خودت دفاع کن. دوست دارم نظرتون رو در مورد این قضیه بدونم که راهکار شما چیه. سوال بعدی که دارم اینه که خب جامعه بین الملل میگه که هر فردی که میخواد کار کنه و وارد بازار کار بشه باید 18 سال به بالا داشته باشه و اگر زیر 18 سال باشه کودک محسوب میشه، ولی خب بعضی از خانواده ها هستن که نوجوانان مثلا 15 ساله 16 ساله خودشون رو وارد بازار کار میکنن، به خصوص توی تابستون ها ما این مورد رو زیاد میبینیم، مثلا میگن توی کافی شاپ کار کنن، توی مکانیکی کار کنن، برای رشد شخصیتش خوبه، کم کم با اجتماع آشنا میشه. من دوست دارم اینم بدونم که این کار خوبیه، کار مفیدیه، اینکه از نوجوانی فرد وارد اجتماع و بازار کار بشه یا نه اصولیش همونه که بگیم 18 سال به بالا باید وارد بشه. سوال آخرم اینه که در مورد در واقع نحوه صحیح برخورد با کودکی که دچار تجاوز جنسی یا دچار حالا مشکل روحی هستش، مثلا ما میشناسیم خانواده‌ای که پدرشون معتاده، مادرشون معتاده و خب این کودک داره ضربه میخوره و ما نفر سوم هستیم، شخص سوم هستیم که از بیرون داریم این مشکل رو میبینیم. ما میتونیم چه کمکی به این کودک بکنیم که یک کمی شرایط زندگی براش بهتر بشه؟ ممنونم. بذار اول بریم سوال اول، از سپاسگزارم از مهرتون. سراغ بچه ها دعوا میکنن. متاسفانه در فرهنگ غربی مخصوصا تو فیلم ها یه مقدار گذشته، حالا باز الان بهتر شده، در فرهنگ غربی میبینیم که دو تا بچه ها تو مدرسه وقتی دعواشون میشه، هنوز هم البته هست این ور آب در دنیای غرب، بچه ها جمع میشن دور و تشویق میکنن بزن 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 بزن. این خوشبختانه تو فرهنگ ما این چنین نیست. اصولا بچه ها دعواشون میشه، بچه های دیگه میان جداشون میکنن که این پسندیده تره. اما الان معمولا بزرگترها، مخصوصا اگر توی مدرسه این اتفاق در جامعه غرب بیفته، مسئولین مدرسه سریع میان و جدا میکنن و هر دارم میبرن دفتر و ازشون سوال میکنن، پدر مادرها رو میخوان که بیان در این مورد صحبت بکنن و بعد تنبیهشون هم اینه که تقصیر هر کس که بوده باید حتما عذرخواهی بکنه و شاید هم برای یکی دو روز حق نظر مدرسه بره.
یعنی بندش میکنن برای چند روز از مدرسه، بستگی به کاری که کرده یا حرفی که زده یا رفتاری بدی که کرده. وقتی بچه ها دعواشون میشه، ببین بچه چرا دعوا میکنه. بچه هایی که دعوا میکنن، دوباره برگردیم سراغ خانه، بچه هایی که دعوا میکنه از فرهنگ خانگی ظلم میاد و همین دلیل خشمش رو با بچه دیگه خالی میکنه. انسان وقتی عصبانی، دیدین که حتی عصبانی هم بچهشون رو میزنن که اینجوری بخواد زنش رو هرس بده یا شوهرش رو هرس بده یا مادر شوهر و خواهرش رو هرس بده. یعنی نهایت بیشعوری یک انسانه که بخواد اینجوری فرد دیگر رو آزار بده و بچه خودش رو بزن. و کودک دقیقا اینا رو میآموزه. یعنی وقتی بچه میبینه که با خشونت باش رفتار شد، شیشه شیرش رو با خشونت گذاشت دهنش رو، مادر داره گریه میکنه، پشت میده و نفرین میکنه، یا پدر داره عربده کشی میکنه، خب بچه این وسط هیچ تقصیری نداشته، این وسط اصلا نمیدونه که چی شد، چرا من حالا دارم تنبیه میشم. این وسط خشم درونیش داره شعله بر میشه، یعنی کاشته میشه. و بعد وقتی هم که وارد جامعه میشه، حالا چه تو فوتبال داره بازی میکنه، چه عروسک بازی میکنه، تو هر موقعیتی که ما ببینیم، ببینیم این بچه وارد مدرسه و جامعه شده، به نوعی این بچه خشونتش رو میبینیم که دقیقا این خشونت این کودک از خانه میاد. یعنی اولیای مدرسه باید با هوشیاری موز میخوام با هوشیاری خط داشته باشن و حواس پدر مادر رو جمع بکنن در این موارد و نباید بذاریم بچه ها دعوا کنن. ببین ما lack of communication و ما گفتمان سالم بلد نیستیم، یا داد کشیدیم یا دعوا کردیم یا اصلا نشنیدیم طرف چی گفت چی میگه، تکرار کردیم و یا تهدید کردیم و یا گریه کردیم. گفتگوی معمولا گفتگوی ما اینه. ببین من بدون تعصب صحبت میکنم، ما بخشای خوب فرهنگی مستی بررسی میکنیم. من میگم همه ی فرهنگ ها نکات مثبت و نکات منفی دارن. ای انسان بالغ قرن 21، یک سبد بردار و بهترین ها رو از فرهنگ های مختلف گلچین کن و بذار در فرهنگ خودت. فرهنگ های غلط و زشت خودت رو بنداز بیرون از این سبد و فرهنگای خوب خودت رو نگهدار به اضافه فرهنگای دیگه. پس اینو فقط تو پرانتز گفتم که وقتی به کودکمون باید بیاموزیم. اگه برگردیم سوال قبلی رو، وقتی بچه مادر رو کتک میزنه، مادرم بچه رو کتک بزنه، بعد بچه بعد پدر بیاد بچه رو کتک بزنه، خب بچه یاد گرفته فقط بعد کتک بزنه. اما وقتی که با بچه صحبت بشه، بچه میاموزه که بعد صحبت کنه. حالا یه بچه‌ای، حالا فرض اینجوری بگیم، یه بچه‌ای با بچه دیگه سر هر چیزی دعوا شده، اون بچه دیگه اومده از یه خانه بیمار میاد، خودش هم آسیب خورده است و کتک میزنه. اینجاست که خب طبیعتا ما نباید وایسیم، مسیح نیستیم این برای صورتمونم بیاریم چک، این برای صورتمونم چک بزن، نه این و نه آن که زد بزن. بچه همونه نباید اینجوری تربیت کنیم، بابا جون هر کی زده بزنش، قوی تر هم بزنش، اینجوری اون وقت میشی مرد. نه خیلی، اینجوری نمیشه مرد، اینجوری میشه یک انسان بیمار که فردا میشه پدر بیمار یا مادر بیمار. باید به بچه‌مون بگیم که اون لحظه که کتکت میزنه، اگر بستگی دوباره به سنشون داره دیگه، اولا اینکه سریع باید بهترین کار اینه که به اولیای مدرسه مراجعه کنه بعد بچه، و بعد نترسه از تهدید بچه، نترسه. چون میدونید اگر بعضیاتون دنیای قبل زندگی میکنید، ما اینجا بولی زیاد داریم متاسفانه. بچه ها بچه ها رو بولی میکنن، یعنی بچه ها بچه ها رو میترسونن و گنگبازی در میارن، که خوشبختانه در ایران ما این فرهنگ زشت رو نداریم متاسفانه. ببین در دنیای قبل معلم ها و مسئولین مدرسه از بچه ها میترسن، در دنیای شرق و کشور ما بچه ها از مسئولین میترسن. دقیقا نه آن و نه این، هر دوش غلطه. ولی بهترین کار اینه که به بچه‌مون بیاموزیم هر کس به تو اجحاف کرد، مخصوصا اگر بچه‌ها تو دنیای غرب زندگی میکنن، اینا گنگن، بولی میکنن، بچه‌مون رو وارد اون جنگ با اونا نکنیم، چون شکست میخوره، چون اونا یه گروه هن و میتونن بچه رو خیلی خطرناک هم هست. پس بهتره که سریع به اولیای مدرسه اطلاع میده، اولیای مدرسه هم سریع، حالا اگر هم به ایران فکر کنیم،
به بچه همون بگیم، سریع میگه دفتر مدرسه، به دفتر مدرسه میگه که یه همچین اتفاقی افتاده، درست دقیق تعریف میکنی و نه دروغ، چون میدونی که بچه همون یاد گرفتن دروغ بگن، چون پدر مادر دروغ گفتن پس منم یاد گرفتم دروغ بگم. تشویقش میکنیم که دقیقا میگی چه اتفاقی افتاده. از اولیای مدرسه هم میخواین که اگر هر اتفاقی افتاد لطفا سریع با ما تماس بگیر. به بچه همون میآموزیم که نترس اگر تهدیدت کردن که به معلم نگو یا به مامان بابات نگو، اگر بگی بیشتر کتک میخوری. نترس به پدر، باید بچه ها بیان نترسن به پدر مادر بگن. حال اینجا خیلی مهمه، پدر مادر نباید با خشونت برن مداخله شدید بکنن، بلکه باید برن با پدر مادر اون بچه صحبت کنند و بعد اگر اجازه داد پدر مادر با خود بچه سید. تو هم تعریف کن برای ما چه اتفاقی افتاده، به دروغ نه بلکه به حقیقت، چون خیلی وقتا ممکنه که اولیای مدرسه انقدر راحت نتونن، مخصوصا در ایران. اینجاست که پدر مادرهای با درایت باید سعی کنن که این بچه ها رو آشتی بدن و دوستای بهتری تحویل بدن بینشون، و بعد که صحبت ها شنیده شد، حالا هر کس که تقصیر داشته از دیگری پوزش میخواد، دست میدن با هم دیگه، بغل میکنن دیگر رو، پوزش میخوان از هم دیگه و دوستای بهتری میشن در آینده برای هم. باور کنید دوستای بهتری میشن، ولی رفتار پدر مادرها اینجا خیلی مهمه. حالا من پدر نادون، من مادر نادون، گوشم برم تق 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 در طرف رو بزنم یا پایین ببینم شروع کنم به تهدید کردن، نه تنها چیزی درست نمیشه بلکه همه چی خراب میشه. من خیلی سریع جواب دادم، حالا بریم سراغ سوال دومتون، کار کردن نوجوانان. در دنیای غرب بچه‌ها وقتی که توی دوران دبیرستانشون هستن، در یکی از سالهای دبیرستانشون که فکر میکنم سال دهمشون باشه، اینا 2 هفته باید جزء درسشونه، 2 هفته باید برن داوطلبانه یه جا کار پیدا بکنن، هر جایی که میتونن، کافی شاپ، یک مؤسسه از هر جا که هست، 2 هفته باید برن تو محیط کار تجربه کار پیدا بکنن و این کارشون بسیار خارج از دنیای خانه خودشون میرن، با دنیای کار برخورد میکنن، با باس و رئیس کار برخورد میکنن، با کارمندا. بالاخره یه حرکت خیلی با تجربه بسیار مفیدی رو توی همچین سنی کسب میکنن. سوال بعدی خیلی خوبه. سوال بعدی تونه که آیا اشکال نداره که بچه، ببین الان در کشور خود ما و حتی ممکنه در غرب، بعضی از خانواده ها مشکل مالی دارن و بچه ها و نمیتونن به بچه هاشون پول تو جیبی بدن. خب بچه ها مجبورن که مدرسه، تعطیلات مدرسه است، نه الان کرونا، موقعی که مدرسه است، برن یه مقدار پول تو جیبی خودشون رو خودشون در بیارن. خیلی هم اشکال نداره اگر که اجحاف نشه به بچه ها، چه تو محیط کار و چه درون خانه، بعد بیان پول از بچه بگیرن. در کشور ما که دیگه خیلی شدیداً بیداد میکنه فقر خانواده و پسر بچه 14-15 ساله، دختر بچه 14 کودک کار، یعنی همین متاسفانه که امروز فرصت نکردیم، باید حتما در مورد کودک کار هم صحبت کنیم. بعد اصلا بره سر کار، بیگاری، حتی کار چی؟ آخه کودک چه کاری، نوجوان چه کاری میتونه در ایران انجام بده که بتونه حقوق خوبی هم داشته باشه؟ محیط کار میتونه خیلی خطرناک باشه، خیلی دیکتاتوری باشه و یا حتی آسیب‌های روحی روانی و جنسی ببینه کودک در محیط کارش، و یه پولی هم حالا ناچیز بهش بدن و بعد حالا اون پول ناچیز هم تازه بعد بیاد بده به خانواده، برای اینکه خانواده شدیداً فقیرن. یعنی ما نمیتونیم نسخه غرب رو برای نسخه شرق بنویسیم، چون در کشورهای غربی اگر شما کار نمیکنی بالاخره یه حقوق بخور نمیری بهت میدن، یه سقفی بهت میدن، ولی در داخل ایران که زیر خط فقر هستیم، کدوم حمایت، کدوم پول؟ یعنی فاجعه است در داخل ایران. و همین دلیل فرزندان معصوم ما، خانواده های محروم ما، مجبورن که بچهشون بره سر کار تا بتونن خانواده تامین بشن. تمنای من از خانواده ها اینه که انقدر بچه پس نندازن، تلاش بکنن برای جلوگیری کردن و یه دو تا بچه کافیه برای اینکه اگر توانایی، مخصوصا توانایی مالی ندارن، فکر نکنن بچه بیشتر بدیم بندازیم بیرون این جامعه بیمار
که فردا ناناور ما بشن. اون ناناور خودش هم نمیتونه باشه. محیط محیط خیلی خطرناکیه. شکار میشن بچه هاتون به انواع مختلف و بعدش هم میشن یک بچه معتاد و یک فرزند معتاد که فراوان در جامعه همون داریم میبینیم. برخورد سوال بعدیتون بود برخورد با تجاوز جنسی و روانی. خب در درجه اول کودک وقتی که نظر جنسی متاسفانه. اولا من تو پرانتز بهتون بگم که من خودم یک قربانی آسیب جنسی هستم. اینو همیشه همه جا گفتم و در برنامه من و تو هم خواستم که وقتی که میتو اومد از هالیوود من هم گذاشتم هشتگ من هم و ازشون خواستم که اجازه بدید به عنوان یک روانشناس و پژوهشگر و قربانی آسیبای جنسی برنامه بذاریم در این مورد که متاسفانه هنوزم نمیدونم به چه دلیلی اجازه ندادن در صورت که بسیار مهم بود که این صحبتایی که اینجا میکنیم رو ما باید در تلویزیون های آنچنانی صحبت کنیم و یکی از دلایلی که من متوقف کردم رفتنم رو یکی از دلایل همین بود دوباره سازی فرهنگی بچه های ما داره قربانی میشه پدر مادرای نادان نمیدونن چجوری محافظت کنن از بچه های ما و این من همها داره فراوان رخ میده در کشور ما. خب پس تجاوز روانی شدیدن کودک میشه چون من میگم کودک حتی یک نگاه کثیف به کودک و یک انسان اون آسیب جنسی حتما تجاوز کامل نیست. هر حرکت زشت و کریه ناپاک به انسان مخصوصا کودک و نوجوان این آسیب روانی آسیب جنسیه. آسیب جنسی فقط تجاوز به جنسی نیست، اینو یادتون باشه. هر تماس فیزیکیه، حتی لمس، این آسیب جنسیه. و کودک شدیداً کار بزرگی که باید پدر مادرها و آموزش و پرورش بکنه و حال دنیای مجازی که در دست ماست و این رسانه هایی که در دست ماست، آموزش دادن به پدر و مادر و اولیا، اولیای خانه، مدرسه و جامعه و بعد در نهایت مجبور فرهنگی و بعد در نهایت مجبور میشه فرهنگ و سیاست کشور تغییر میکنه. این آموزش دادن و در کنارش آموزش دادن صحیح به کودک که کودک پنهانکاری نکنه. کودک در تمام دنیا به یک صورت آسیب روحی روانی و جنسی و جسمی میخوره و کودک اصولا در تمام دنیا الان در دنیای غرب کمتر برای اینکه آموزش به کودک داده میشه در میدیاهای بسیار بزرگشون، تلویزیونهای مهم داخلی خودشون و کودک میآموزه که بیاد بگه، ولی در دنیای جهان سوم کودک نمیگه و این کودک درون آسیب خورده خودش تا آخر عمرش باهاش میمونه. اینجاست که من تلاش داشتم در تلویزیون من تو این موضوع رو باز کنم ولی متاسفانه اجازه به من داده نشد. به هر حال مهم اینه که ما دریابیم کودکمون رو. حواسمون باید به کودکمون باشه و اگر احیانا احساس کردیم که کودکمون مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، حتما حتما خیلی آروم شلوغش نکنیم، نترسونیم کودک رو، خیلی آروم با کودکمون صحبت بکنیم، ازش تشکر کنیم که با همون صحبت کرده و بعد حتما حتما برخورد قانونی بکنیم. برخورد قانونی بسیار مهمه. ما اگر برخورد قانونی نکنیم این ناانسان‌های ناشرف بیوجدان بیشتر میشن تعدادشون و قربانی‌های ما بیشتر میشن و برخورد قانونی اگر ما پیگیری قانونی و بعد در دنیای مجازی همینطور در مورد اینکه قانون جمهوری اسلامی اهمیت نداده و همینطور در موردش صحبت بکنیم، دست در دست هم بدیم، اون نظام جمهوری اسلامی که خود استاد در مورد کودک آزاری و کودک همسری و تجاوز به کودک از زمانی که کودک حق ازدواج میدن به مرد بالغ که با یک کودک ازدواج کنه، این دقیقاً تجاوز جنسی است. مجبورشون میکنیم که کاری بکنن در این حقوق مدنیشون و یک تغییراتی بدن. من خیلی کوتاه در موردش، این یه بحث خیلی بزرگیه ولی میدونم عزیزان ممکنه سوالات دیگه داشته باشن،
عذرخواهی میکنم از پاسخ کوتاه. مجدد از شما سپاسگزارم. جناب آقای علیرضا جهانبین، تمایل دارید که صحبت کنید؟ بله، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. با سلام به همه دوستان گرامی و با تشکر از خانم دکتر بابک بابت توضیحات کاملشون، من دو تا سوال دارم. در واقع البته بکنم خانم دکتر وسط صحبتاشون فهمیدم ما متاسفانه الان البته در جامعه جهانی میبینیم که کودک به عنوان یکی از منابع اصلی از کشوری شناخته میشه و خیلی روی این موضوع دارن کار میکنن که کودکانی رو پرورش بدن که بتونه برای آینده جامعه مفید باشه. ولی ما متاسفانه در ایران این علم رو هنوز نداریم و روش کاری انجام نمیدیم. من به طور مثال خودم میگم نزدیک 14-15 سال من دوران تحصیلی یک واحد درسی یا یک توضیح راجع به تربیت کودک من ندیدم. یعنی اگرم چیزی بلد باشم به صورت سنتیه و اینکه حالا پدر مادر خودم چطور برخورد کردن، فک و فامیل و آشناها چجوری بودن. حالا من سوالی که دارم اینه که ما چطوری میتونیم این آموزه ها رو در ایران به صورت گسترده داشته باشیم؟ یعنی خانواده ها رو با نحوه صحیح برخورد با کودک آشنا کنیم، چون میدونیم که اگر که خیلی از خانواده ها با این قضایا آشنا بشن، خیلی از مشکلات اجتماعی مثل کودک همسری یا ناقص‌سازی دختران و زنان روش گرفته میشه. این سوال اولم بود. و اما سوال دوم اینه که متأسفانه من اخبار رو دنبال میکنم، به نوعی آمار خودکشی داره به سن پایین میرسه. یعنی الان من آخرین خبری که خوندم و خیلی ناراحتم کرد، یه دختر بچه 7 ساله خودکشی کرد. ما چطوری میتونن یک خانواده یک کودک رو از لحاظ روانی آماده کنن برای محرک های روانی خارجی که میتونه عاملی باشه برای خودکشی کودکان؟ من اگر که این دو تا سوال رو جواب بدین ممنون میشم. میکروفون رو آزاد میکنم. سپاس از مهرتون عزیزم. آموزش و پرورش متاسفانه دست آنهاست و دست این نابخردان است و متاسفانه ما کاری برای آموزش و پرورش نمیتونیم انجام بدیم، قدرتی برای این کار نداریم تا اینکه این با اتحاد ملی این نظام نابرابر از بین بره. ما یکی از صحبتامون رو باید بذاریم در مورد اتحاد ملی، برای که یکی از فرقهای فرهنگیمون نداشتن اتحاد ملی. واقعا هنر اتحاد ملی رو اصلا نداریم ما و طبیعتا نمیتونیم آموزش پرورش رو که دست آنهاست عوض کنیم. اما کار بزرگی که میتونیم بکنیم صحبتهای این چنینی که داریم در موردش صحبت میکنیم بیشتر بکنیم، بیشتر پستش بکنیم، یا اینکه اون تیکه هایی که مربوط میشه به سوالات بعضی ها میتونیم کاتن پیستش بکنیم به صورت درست. البته نه نادرست، شما میدونید جریان این کاتن پیست هم خودش یه موزله. درست کوتاهش کنیم، برای اینکه برنامه امروزمون خیلی طولانی بود، ممکنه که یه نفر نتونه همه رو گوش بکنه و یا اینکه حوصله‌اش سر بره و یا حواسش پرت بشه. و همین دلیل اگر که ادمین عزیز شما و همچنین ادمین‌های دیگه و یا همین شماهایی که الان در کنار ما تو این جلسه هستین یا خودتون و یا کسانی رو که میشناسین، اگه لطف بکنن بخش بخش بکنین و اینو تیکه تیکه بکنین و همینطور پست بکنید، طبیعتا اونها سوالهای دیگه ممکنه براشون پیش بیاد و شما تو همین گروه های تلگرام، گروه های اینچنینی مثل این گروه که الان ما داریم، گروه اینستاگرام، در اینستاگرام یادتون باشه لطفا اینستاگرام من dr.mitrababak، چند تا فیک اونا من نیستم، dr.mitrababak، اونو لطف کنید فالو کنید به خاطر اینکه موضوعات مختلف رو اونجا مطرح میکنید. و اگر شما بتونید هر چیزی رو که حالا نه فقط از من، از هر کسی که باور دارید صحبتش رو و فکر میکنید که مثمر ثمر میتونه باشه، همه ما باید دست به دست هم بدیم. حکومت در دست یک عده سیاه دل قهقراییه و بسیار خطرناک و بسیار سنتی عقیدتی. اینه که ما
حالا که دنیای مجازی رو انقدر در دسترس ما قرار داده شده، خوشبختانه سپاس از علم، حالا باید ما تمام تلاشمون رو بکنیم که دیگران رو آگاه بکنیم. خود شما گفتی که جسته و گریخته از خانه و کاشانه کمی آموختی، ولی در آموزش و پرورش ما این چنین نیست. در کتاب دوم دبستان گربه رو دار زده و عکس گربه‌ای که دار زده بد بوده، حالا دارسته. ما یه همچین فاجعه هایی رو در کتاب های درسی ما داریم. واقعا نسل سوخت، 40 سال نسل سوخت. اما همه ما اگه دست به دست به هم بدیم، آگاهی رسانی رو بیشتر بکنیم، لاقل درون خانه پدر مادر تغییر بکنن و یک دوباره سازی انگی به خودشون بدن در درجه اول، و بعد با آموزش هایی که میبینن جسته و گریخته از گروه های مختلف، از سخنرانی ها، صحبت ها و سوالایی که دارن، همه ماهایی که الان تو این گروه هستیم به عنوان یک فرد مسئول سوال ها رو یادداشت بکنیم و در جلسات دیگه مطرح بکنیم و به جواب سوال هامون برسیم. از همدیگر ما میآموزیم، و همه ما داریم از همدیگه میآموزیم. میتونیم یه مقدار اون آموزش و پرورش بسیار خطرناک و منفی رو تبدیلش بکنیم به یک آموزش پرورش مثبت و سالم، چون اون بسیار ناسالمه. و لاقل اینجوری یه مقدار بچه های عزیز ما، خانواده ها و فرزندان ما بتونن رهایی پیدا کنن. در غیر این صورت هیچ راه دیگه ای نداریم. هر کس احساس وظیفه و مسئولیت خودش رو باید به عهده بگیره، متاسفانه و یا خوشبختانه، هر دو. در مورد سوال بعدیتون که آمار خودکشی، بله آمار خودکشی، من یه صحنه برام فرستادن که یه پدر و یه دختر و دو تا پسرش به خاطر فقرش که نون نداشت به بچه هاش بده دار زده بود. یک مادر دخترش رو دار زده بود و فرزندان کودکان، الان ما الان همونطور که شما گفتین یک کودک 7 سال خودش رو دار بزنه، یک فاجعه. یعنی این نهایت بدبختی یک جامعه، یک تاریخ جامعه و تاریخ سیاست اون کشوره. این فاجعه در تاریخ کشور ما نوشته میشه و شرم پیشانی مهرخورده این جمهوری اسلامی که به یه همچین فاجعه در قرن 21 برسیم که پدر و مادر بچه‌شون رو به خاطر فقر مالیشون بکشن و یا کودک و یا نوجوان و یا جوان خودش رو دار بزنه و خودش رو یا با هر طریق دیگه خودکشی کنه. آمار خودکشی در ایران بیداد داره میکنه، ولی وقتی به کودک میرسه تمام وجود ما رو دیگه اینجا میلرزونه. برای اینکه این کودک کجا آموخت که خود را به دار بیاویزد؟ ای داد و هوار بر تک تک ما به عنوان فرد فرد این جامعه، فرد فرد این فرهنگ، فرد فرد این عقیده و دین، و فرد فرد این سیاست این جامعه که پذیرفتیم 41 سال بتازد بر سر و جان و مال و خاک کشور ما. چطور میشه که یک کودک همچین فاجعه ای به بار بیاد که یاد بگیره دار بزنه خودش رو؟ بدون شک الگوهایی رو دید، بدون شک بسیار شنید. ما در خانه و فرهنگ و خانه و کاشانه خودمون دائما کودک بینوای ما اینو از پدر یا مادر میآموزه که میگه به خدا میرم خودم رو میکشم، میرم خودم رو دار میزنم، خودم رو آتیش میزنم. این حرف ها خیلی خطرناکه برای کودک. دقیقا داریم راه و چاره رو به کودک می آموزیم. اولا ترس و وحشت بسیار زیاد که کودک همون لحظه صحنه پردازی کرده و مادر یا پدر خودش رو با همون روشی که داره میگه داره میبینه تو دنیای تخیل خودش، که این یه آسیب وحشتناک به خودش میزنه. کودک شدیداً فوبیا زده و استراب زده میشه که بعد میشه اختلال استراب و بعد میشه پنیک اتک یا حمله های استراب و اتک. و در کنارش هم داره میآموزه خب
وقتی که سختی به من میدین، منو اذیت میکنین، منو آزار جنسی دادین، منو آزار جسمی دادین، منو فقر اقتصادی، فقر فرهنگی خانه، اجحافهای خانه، دعواهای وحشتناک خانه، کودک کار بدبخت که پدر و مادر هر دو معتادن و از این کودک دارن استفاده جنسی و جسمی میبرن که پولی برای اعتیادشون یا برای فقر اقتصادیشون. این فاجعه هاست که کودکی که دائما از خودکشی شنیده احساس ناامیدی شدید میکنه. به اضافه اینه که یادمون نره ما از فرهنگ افسرده داریم میایم. فرهنگ داره جا میفته، ژن افسردگی، ژن بی انگیزگی، اینا داره جا میفته کم کم در فرهنگ ما. کودک یادتون باشه کودک میتونه افسرده به دنیا بیاد به خاطر ارثی که از پدر و خانواده گرفته یا مادر و یا ژنی که توش هست. خب کودکی که افسرده هست، این بلاها هم که سرش میاد، دنیای افسردگی خیلی دنیای خطرناکیه و این کودک بینوا باید جان عزیزش رو از دست این چنین بده. شرم بر تک تک ما که شاهد این فاجعه ها باشیم و سکوت کنیم و هنوز این بار نکبت، بار سنگین جمهوری اسلامی رو به دوش بکشیم و فکر کنیم که کاری نمیتوانیم کنیم. شرم بر ما. من سکوت میکنم. حال اگر که هنوز سوال دیگه ای دارید بریم سراغ سوال دیگه. حالم بد شد واقعا. تشکر از شما خانم دکتر عزیز. دوست بعدی که تقاضا کرده بودن پرسش کنن آیدی یک خاک هست. بفرمایید میکروفون در اختیار شما است. دوستان فقط لطفا کوتاه باشه که وقت جلسه بتونیم در خدمت خانم دکتر باشیم تا آخر وقت. مرسی. ممنون. تشکر. روزش من یکم متفاوت فکر میکنم که کلن بشریت باید عمل تولد رو متوقف بکنه. تو یک فاجعه جهانی رو من میبینم که سلسله مراتب اصلا رعایت نمیشه. با این روی کرد نظرتون چی هستش که ما بخشهای اجرایی که در حوزه جهان شمول هستش نقص داره و اجرا نمیشه، در کشورهای بخشای قانونیشون مشکل داره و همینطور میاد در اجتماع و در خانواده. ما میخواییم از فرد و خانواده دنیا رو متحول بکنیم. اتفاق نمیاد. شما سالمترین کودک رو به جامعه بیمار عرضه بکنید، اون رو تبدیل به یک بیمار میکنند. ما اساسا موجودات اجتماعی هستیم و فکر میکنم این متد کار نمیکنه، فرسایشیه. ما بخش اجرایی در سطح کلان نیاز داریم که بتونه بسترسازی بکنه. بالعکسش رو داریم میبینیم. شما میتونید ساعتها در رابطه با صداقت صحبت بکنیم و همه تشویق بکنیم هم دیگر رو، در صورتی که در این اجتماع اگر شما صادق باشید یک مجرمید، زندان باید بشید. اگر رو راست باشید، اگر بخواید حقیقت گو باشید، جامعه ایجاد میکنه که شما تن بدید به دروغگویی. یعنی ما داریم زیرزمینی زندگی میکنیم. این حقیقت داره. چرا؟ چون قدرت ها اینجور ساختن. چیزی که میگیم جمهوری اسلامی یه ریشه بین المللی داره، مهره که خودشون گذاشتن و مثل اینکه بعدشون هم نمیاد و ما نمیتونیم بیایم از نقطه یک فرد دنیا رو درست بکنیم. این امکان در صورتی میتونه امکان پذیر باشه که نهادها یا بسترهای ایجاد بشه، حتی اقلها ایجاد بشه و فکر میکنم این سوال رو باید پاسخ بدید که تمام این مکانیزم آموزش از پیش تعیین شده هست و در جوامع نهادینه میشه. برای همین یک انسان سالم اتفاقا متفاوت میشه، در صورتی که ما چیزی مثل انسانیت رو که در یک فرد میبینیم اون رو به شدت متفاوت میبینیم، در صورتی که ما متفاوت شدیم. ما
موزل ما این هست که اگر ما شبیه همون شاخصهای انسانی باشیم متعارف نیستیم و یک مجرمیم. شما توی جامعه ایران بیایید متدهای انسانی رو رفتار بکنید، ببینید چطور باهاتون برخورد میکنن. اینجا کسانی که بحران زدن برای کمک بهشون اقدام میکنید، دولت دست میذاره رو این موضوع و شما مجرم محسوب میشید، شما حق ندارید که کمک هایی بکنید به هم نوعانتون، شما حق ندارید که راستگو باشید، حق ندارید. تمام اینها خب شد تئوری. ما فقط یک چیزی از انسانیت میگیم در تئوری که قابل اجرا نیست. میخواید اجرا بکنید باید تبعاتش رو بدید. خب بس بستری باید آماده بشه. یعنی ما نمیتونیم از خانواده موضوعات رو درست بکنیم. یعنی بسترهای کلانتر بیماری رو پرورش میدن. در همه حوزه ها هستش. مثلا از کودکان ابتدایی باید قرآن رو حفظ بکنه. از نمیتونم سطح دانشگاهی رشته های شاخه های عمومی و شاخه های عقیدتی و خیلی موضوعات دیگه که من فکر میکنم به مبحث کلان اجتماعات مرتبط هست. ممنون از تایم و فی عزیزم. من توضیح دادم که قدرتی ما نداریم در فعلا در برابر نظام آموزش پرورش و کل نظام جمهوری اسلامی. زمانی که نظام جمهوری اسلامی همچنان با نداشتن اتحاد ملی ما همچنان پایدار مانده هست، فعلا ما کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم که لااقل فرزندانمون رو بهتر تربیت کنیم. در دنیای غرب، در همین انگلستان که من زندگی میکنم، تا 50 سال پیش پدر با پسر بچهش دست میداد، پسر بچهش رو بغل نمیکرد، میگفت این مرده، نباید بغلش کنم، لوس میشه. در همین انگلستان و در دنیای غرب زن حقوق نداشت، کودک حقوق نداشت، حقوق بشر، حقوق کودک، همه اینا در جهان دموکراسی شکل گرفت و مدارس و آموزش و پرورش در همین کشورهای غرب چقدر بچه ها کتک میخوردن تا 30-40 سال پیش در مدارس. قانون تغییر کرد. وقتی قانون تغییر بکنه طبیعتاً جامعه تغییر میکنه. در کشوری که من زندگی میکنم خیلی راحت حقیقت رو میگن و اگر اشتباهی کرده باشه میاد خودش اعتراف میکنه و پوزش هم میخواد. خب این یک تربیتیه که بعداً سیستم تحویل داد و سیستم وقتی تغییر بکنه جامعه تغییر میکنه. ما اصلا نباید نگران باشیم که فردای روزگار چه خواهد شد. وقتی یک سیستم دموکراتیک اصولی و اخلاقی جای جمهوری اسلامی رو بگیره، صدا و سیماش، تلویزیون، میدیاش، آموزش پرورشش، قانون اساسیش، همه اینا تغییر میکنه و جامعه خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر میکنیم میتونه رشد پیدا بکنه و بهتر و بهتر بشه و دوباره سازی فرهنگی بشه. ولی زمانی که ما قدرتی فعلا نداریم، دست رو دست هم بذاریم و فکر کنیم که خب دیگه نمیشه دیگه، حالا جمهوری اسلامی اینجوریه، مگه حالا یه نفر بیاد درست کنه، دو نفر. ما این چنین فکر کردیم که 41 سال طول کشید. هر کس شد پایده نداره، بی انگیزه، ناامید. دقیقاً کاری که جمهوری اسلامی تلاشش رو کرد و تا یه حدودی هم موفق شد، صدای ناامید. من وظیفم به بچه‌م رو اونجا به دنیا آوردم. اگر سیستمم سیستم غلطیه، من به عنوان پدر مادر آگاه و دانا نباید اجازه بدم بچم شستشوی مغزی بشه با یک سیستم غلط. لااقل خانه و کاشانه خودم رو سالم نگه دارم. مثل عزیز قبلی که سوال کردن، گفتن که من چیزی تو آموزش و پرورش مدرسه نیاموختم، جست و گریخته از خانه آموختم. خب این جست و گریخته اگر اینم نباشه که بگه هیچ، تمام کار از خانه است. خانه بسیار مهمه و این خانه است که میتونه جوانهای غیور، آگاه، دانا و باشعور رو در مقابل سیستم نابرابر قرار بده.
اگر ما مسئولیت خانه رو بذاریم کنار، بگیم این که فایده نداره، خب جمهوری اسلامی و انواع حکومت‌های دیکتاتوری مثل کره شمالی و این و این و آن باقی خواهد ماند که ماندن. کره شمالی رو نگاه کنیم، ربات تحویل داده. نمیتونیم، ایرانی نباید بذاره بشه کره شمالی ربات. همه داغونن در ایران، کاملا حق دارن، حق دارن، میفهمم. خیلی سخت یک ثانیه زندگی کردن در اون جهنم ایران، برای اینکه یه بچه 6 ساله من شما رو انگشت میچرخونه و دروغ میگه و کلک میزنه. من دیروز تو برنامه پستی که گذاشتم تو اینستاگرام، فرق بین درایت و سیاست چیست؟ لطفاً به این نگاه کنید. جامعه بیماره، جامعه دروغگوه، جامعه کلاش، راست میگیم. برای اینکه سیستم کلاش و دروغگوه، راست میگیم. ولی ما داریم تلاش میکنیم راهی پیدا کنیم. لااقل این جویبار و یا این رودخونه باریک رو نباید جلوش رو بگیریم. اولا وظیفه‌مونه که مردابش نکنیم. این جویبار و این رودخانه رو هرچه بیشتر پر آبتر به طرف دریا و اقیانوس آزادی برسونیم. درایت، آزادی درایت، درایتی که با آزادی شکل میگیره، آزادی که با درایت شکل میگیره، خیلی 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 متفاوت. انسان وقتی با درایت به آزادیش برسه، پس من راه دیگه ای نمیبینم. اگر شما که الان از ما سوال کردید، اگر راه دیگه ای میشناسید، چون گفتید که آوردن و گذاشتن و درستش کردن، نه، دولت های غرب سیستمشون رو تغییر دادن. کسانی که اینور آب دارن زندگی میکنن دارن میبینن قانون حرف میزنه، مردم حرف میزنن. من نمیگم دموکراسی 100%، اصلا هم قبول ندارم که دنیای غرب هنوز به دموکراسی 100% رسیده باشه، ولی اصلا قابل مقایسه نیست با جهان سوم، مخصوصا کشورهای اسکاندیناوی. دموکراسی اونا خیلی بهتر از انگلستانه. پس سیستم میتونه تغییر کنه، ولی ما نمیتونیم بذاریم سیستم همچنان بتازد و ما هم هیچ کاری نکنیم. ای عزیز مهربان، پس چه باید کرد؟ شما ما رو راهنمایی کنید که چه باید کرد، لطفا. سپاسگزارم از شما. بسیار سرکا خانم آزاده قریشی، بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، من از راهنماییتون خانم دکتر. من واقعا استفاده بردم به شخصه از صحبتاتون، از صدای دلنشینتون، از صحبتهای قشنگتون. یعنی من به شخصه اگر این جلسه 3 روز 4 روز یک هفته هم ادامه داشته باشه، با کمال میل گوش میکنم و هیچ وقت از صحبتهای شما خسته نمیشم. همیشه برنامهاتون رو دنبال میکنم تو همین شبکه ها. خانم دکتر، من یه سوال داشتم. من چون خودم که یه پسر 4 ساله دارم، البته سوالم به این مبحثی که الان شما لطف کردین صحبت کردین یکم بی ربطه، ولی خب چون سوال برام بود گفتم همینجا ازتون بپرسم. میخواستم ببینم که تا چه میزان بچه ها میتونن تلویزیون نگاه بکنن. کارتونایی که فقط هم بحثم در مورد کارتونایی که مناسب سنشون هست. خب چون من میگم پسرم 4 سالشه، کارتون براش میذارم نگاه کنه، ولی نمیدونم تا چه حد اجازه دارن تلویزیون نگاه بکنن. یکی سوال همین هستش. و یکی این که در صحبتاتون گفتیم که توی واتساپ ما میتونیم با شما در ارتباط باشیم، اگر سوالی داشته باشیم میتونیم تو واتساپ براتون وایس بذاریم. میخواستم ببینم که امکانش هست که ما شماره تماس شما و طریقه ارتباط با شما رو داشته باشیم یا نه، چون که من نمیخوام زیاد وقت جلسه رو بگیرم، نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم، به خاطر همین من سوال دیگه ای نمیپرسم. بازم ممنونم از صحبتاتون، ممنون که این وقت رو من دادیم، و در آخر ممنونم از جناب آقای صفایی، ممنون بابت این وقتی که گذاشتین و ممنون بابت دعوتتون از سرکا خانم بابت عزیز. من مایک رو رها میکنم. ای جانم عزیزم، اول سوال آخرتون رو اول جواب بدم در مورد واتساپ. شماره من همه جا رو هر جا نگاه کنین هستش، و 2044-7-798-441-4545. ولی خواهش من و ادمینا از همه اینه که خیلی کوتاه
کامل و جامع، کوتاه، خیلی کوتاه بولت پوینتی سوالشون رو بکنن، منم کوتاه جواب بدم، چون واقعا خسته میشم روزی 50-60 حداقل مهمتر وایس برام میاد و این تلفنم هی باید بره تو دست ادمین به کار دیگه برسه و دوباره برگرده به من و بعد خودم مریضای خودم رو باید آنلاین باید انجام بدم و به اضافه کارهای دیگه الان با دو تا تلویزیون، سه تا تلویزیون دیگه قرار گذاشتیم که برنامه هفتگی براشون ضبط بکنم، ولی با جان و دلم، چون کار خودم رو خیلی دوست دارم، در کنارش و بیشتر از کار خودم مردم رو خیلی دوست دارم و برای من مردم ایران و افغان و کرد و لور و ترک و هیچ کس فرق نمیکنه، من دخت کرد و لور و فارس و همه چی هستم، به همین دلیل با جان و دل انجام میدم. فقط لطف کنین خیلی کوتاه سوالتون رو بکنین، منم سعی میکنم به نوبت کوتاه جواب میدم. بعد در مورد سوال اولتون، بچه 4 ساله اصولا اولا کلا بچه ها خوبه، نگران تلویزیون نباشین. دنیای کرونا یکی از اتفاقاتی که پس کرونا یا پست کرونا به وجود میاره دقیقا مسئله خود های میدیاست، تلویزیون و لپتاپ و تلفنه، اینا خیلی بیشتر میشه، مصرفش خیلی خیلی بیشتر میشه، که حالا جاش نیست که در مورد پاس پوست کنم و صحبت کنم، اما دیدن تلویزیون برنامه های خوب اشکال نداره، منتها بچه هامون رو حتما باید تو کارهای فیزیکی هم، مخصوصا بچه 4 ساله رو حتما تلاش بکنین که تو کارهای فیزیکی قرارش بدین، مثل با دوستای دیگهش بازی فوتبال بکنه، اگه پسر اگه دختر عروسک بازیاشو بکنه، بازی های فیزیکی خارج از گیم و خارج از تلویزیون و کارتون هم باید حتما داشته باشه، اگرم احیانا خودش نمیتونه، یعنی کسی رو در کنارتون نیست، بچهتون تنهاست، خود شما و بابا باید تلاش کنیم مثل کودک بشین. من یه شانس بزرگی که داشتم، پدر خیلی خیلی روشنفکری داشتم و من همیشه به رقص و تئاتر خیلی علاقه داشتم و دارم، بازی هم میکردم، 3 بارم اول شدم تو دبیرستانم و بعدش هم هنوزم میرقصم، رقصای غربی رو هم خیلی دوست دارم و تنگو هم بهترین فیورت منه که الان فعلا نمیتونیم، همه محبوس شدیم نمیتونیم دیگه بریم برقصیم. کاری که میکرد زانو میزد و با من میرقصید، چون متوجه شد که من چقدر علاقه دارم و یادم روی استیج هم میرقصیدم به راحتی. علاقه بچه تو پیدا کن خارج از کارتون و سعی کن که اون با اون چیزی که علاقه منده شما و همسرت ستایی و دوتایی هر چقدر که میتونین سرگرمش هم بکنین خارج از کارتون، که بچه بیاموزه زندگی اجتماعی رو بیاموزه، اگر دوستای همسنش باشه که فبها خیلی خیلی خوبه که با همسنهای خودش هم بازیای خارج از کارتون داشته باشه و نگران نباشید، یه ساعتایی رو قرار بدین ولی مشخص کنین خیلی خوبه، برای اینکه بچه روتین یاد بگیره خیلی خوبه که از این ساعت تا این ساعت برنامه کارتون تو، کارتونی وسط کارتون نریم ببندیم بگیم تموم شد ساعتت، کارتونش تموم میشه میدونیم چقدر طول میکشه، بعدش بهش سرش رو گرم بگیم، بچه های 4 ساله به راحتی میتونیم سرشون رو گرم کنیم ولی روتینشون هم دارن یاد میگیرن، بعد سرش رو بهش دلخواهش، غذای دلخواهش، میوه دلخواهش، کیک دلخواهش، هر چیزی که مفیده و اینجوری میتونیم هم بچه‌مون کارتونش رو دیده، هم بچه‌مون تلویزیونش رو دیده، هم بچه‌مون یه خود گیمش هم بازی کرده و هم بچه‌مون با ما بازی کرده و بعد بچه‌های دیگه هم بازی‌های خودش هم بازی کرده، اینجوری که بچه خیلی نرمال بزرگ میشه. حالا من فکر میکنم هفته دیگه یه برنامه هفتگی ما با همین با شما عزیزان داریم، ولی فکر میکنم به صورت ضبط شده میشه و ضبط میکنم یه برنامه 20 دقیقه نیم ساعته، فکر میکنم قرار شده که ما شروع بکنیم و از دوشنبه هفته آینده من فکر کردم که در مورد کرونا و معضل خانواده ها درون خانه صحبتمون رو اینجوری شروع کنیم که با کرونا و زمان قرنطینه این کرونا و ترس ها و وحشت های بزرگ سالان و خردان و کلان ها چگونه باید برخورد کرد، فکر کنم موضوع رو اینو قرار گذاشتیم، حتما حتما یادتون باشه که اون برنامه رو هم ببینید. حتما یه سوال داشتم خانم دکتر بابک، شما چقدر تایم دارید؟ آیا تایم دارید که بخواید
یه دو تا دیگه از همکارا سوال داشتن، به اونا هم بپردازیم یا نه. من میکروفون در اختیارتون قرار میدم، شما بفرمایید که زمانتون به چه صورت هست، آیا میتونیم ادامه بدیم یا اینکه باید جلسه رو ببندیم. من در خدمتتون بعدش هستم. من فکر نمی کردم که اینقدر طول بکشه حقیقتا، ولی چقدر خوشحالم که این بعدش ما هیچ مریضی رو بوک نکردم، بهشون گفتم که دیگه بذارم امروز من توی تایم خودم رو داشته باشم، چون حالا بعد به اون وایس هایی که برای واتساپ فرستادن برسم. و اگر اشکال نداره با یک دنیا پوزش از شما دو نفری که بخواستین سوال کنین، ولی قول میدم که حتما در جلسات آینده در کنارتون باشم و یا تو برنامه های هفتگی که قرار ضبط بکنیم شما میتونین به ادمین این گروه بسیار فرهیخته، واقعا لذت بردم از طرز برخورد، طرز بیان، خیلی خوشحالم که باهاتون همراهی و همکاری میکنم، میتونین از اون طریقم سوالاتون رو بفرستید، فقط با وایس واتساپ یا فقط امروز نیستش، من در کنارتون در هر موردی هستم. چون میدونی که روانشناسی رو من از دیدگاه روانشناسی فردی، خانوادگی، فرهنگی، دینی، عقیدتی، اجتماعی و سیاسی نگاه میکنم. به نظر من یک فرد از همه اینا شکل گرفته و امیدوارم که بتونم تا اونجایی که امکانش هست و دانشش رو دارم بتونم جوابگوی شما عزیزانم باشم. اگر براتون امکان داره اجازه بدید که امروز رو تموم بکنیم تا بعد در روزهای بعد و هفته های آینده. با یک دنیا سپاس از مهرتون. از من خواستین، نوشته بودین که اینستاگرام باید بزنین dr@dr.mitrababak. اونی که 461,000 نفره اون منم، اونایی که 5,000 10,000 20,000 اون من نیستم. پس شد @dr.mitrababak. من برای ادمین من فرستاد عکس آخرین عکس اینستاگرام رو فرستاد، اگه لطف کنن بذارن تو این صفحه شما راحت تر میتونید پیدا کنید. پس من با تک تک شما خداحافظی میکنم، فکر کنم باید هنوز بمونم به خط، ولی خیلی خوشحالم. شب و روزتون خوش و امیدوارم که تونسته باشم یه مقدار جوابگوی سوالای شما باشم. بسی ما هر انتقادی رو میتونیم به راحتی میتونیم انتقاد کنیم، به راحتی میتونیم مقابله و مبارزه بکنیم، به راحتی میتونیم افشاگری بکنیم از این دیکتاتورهای سیاه چهره واقعا و سیاه دل، ولی احتیاج نیست که ناسزاگویی حتی در مورد آنها بکنیم و خوبه که نظرات مختلف هم داشته باشیم به روی چشم و جانم. اتفاقا من حتی در ابتدا که اینستاگرام رو شروع کردم میومدن کاتن پیستی بود کاملا، یه دفعه 10 تا یه شکل میومد ناسزاگویی میکردن، ولی من سعی کردم با درایت یه نوشته درست کردم و اتفاقا برای شما میفرستم، برای همه، برای این صفحه لطف کنید شما پست کنید و دیگه تموم شدن رفتن کنار. و من اگه نگاه کنیم اصلا کامنتی توی اینستاگرام پاک نمی کنیم، نه من نه ادمینا، و خوشبختانه ناسزاگویی رفت کنار، درایت اومد و همه هم می دونن در صفحه من حتی اگر که کسی اومده حرف زشتی زده حق ندارن ناسزاگویی رو با ناسزاگویی جواب بدن. انقدر ما زیباتر می تونیم برنده تر جواب بدیم که اون زبان تیزشون رو بتونیم به راحتی خفه کنیم بدون که احتیاج داشته باشه که مثل خودشون رفتار کنیم. خیلی خوشحالم، حتما در کنارتون هستم. شب و روزتون خوش عزیزای دلم. من تشکر میکنم از همه دوستان عزیز، فعالین حقوق بشر و شما سرکار خانم دکتر میتا بابک عزیز که با مشغله زیاد دعوت ما رو پذیرفتین و تشریف آوردین. امیدوارم که این همکاری پایدار باشه و در برنامه‌های بعدی هم در خدمت شما باشیم. شب و روزتون خوش دوستان، در دستان خداوند باشید. خدا یار و نگهدارتون باشه.